درود بر شما دکتر صادق زیبا کلام در تهران. با عرض سلام و ادب خدمت همیهنان عزیزم و عرض سلام و ادب خدمت جناب عالی آقای فرهادی. جناب زیبا کلام، در تاریخ اول ماه مهر نامه سرگشاده از شما به حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی منتشر شده که در اون به ایشون توصیه کردید که در سفری که به نیویورک دارن برای شرکت در 70th اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل با پرزیدنت اوباما ملاقات بکنند و به دشمنی 36 سالی بی حاصل با آمریکا پایان بدن. خودتون بفرمایین انگیزتون چی بود از نوشتن این نامه به آقای روحانی؟ ببینید، من 2 سال پیش که انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفت و آقای روحانی در انتخابات پیروز شدن، خب در 1-2 ماه بعد از پیروزیشون ایشون آمدن به نیویورک برای همین شرکت در اجلاس سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل. یکی از صحبتهایی که بود همین بحث سیاست خارجی بود که ما چه باید بکنیم چه نباید بکنیم، چون آقای احمدی نژاد که 8 سال رئیس جمهور بودن، ایشون 8 بار در اجلاس عمومی سازمان ملل شرکت کردن و همواره صحبتهای ایشون مسائلی که مطرح میکردن به گونه‌ای بودش که باعث میشدش خب خیلی بلنشن و صحنه مجلس رو ترک بکنن، خصوص غربیا. حتی اولین بار که ایشون رفتن سازمان ملل سال 84، یعنی 10 سال پیش، ایشون سخنانشون و صحبتشون رو با این جمله آغاز کردن که من آمدم اینجا با مردم غرب میخوام صحبت بکنم، یعنی مثلا با مردم آمریکا میخوام صحبت کنم، با مردم انگلستان، با مردم فرانسه، با مردم آلمان. به عبارتی دیگر دولت‌هاشون نمایندگی اون مردم رو ندارن. خب معنی این حرفی میشه که مثلا دولت آمریکا، دولت فرانسه، دولت انگلستان، دولت ژاپن، دولت هند، اینا مثلا چه میدونم کودتا کردن یا تو انتخابات تقلب کردن، به زور دارن حکومت میکنن، نمایندگی مردمشون رو ندارن. بنابراین شما اگر با نمایندگی این کشورها صحبت بکنی، با مسئولین این کشور صحبت بکنی، با مردمشون صحبت نکردی. و صحبت مدیریت جهانی کردن، صحبت صلح پایدار کردن، صحبت عدالت کردن، جهان عاری از تسلیحات هسته‌ای کردن و قصه هازا. مسئله اساسی به نظر من همون 2 سال پیش هم که آقای روحانی رئیس جمهور شدن این بودش که آقای روحانی یواش یواش شما باید یه مقداری پا به عالم واقعیات بگذاری، تجدید نظری در روابط خارجیمون بکنی، از جمله همین مسئله استکبار ستیزی یا آمریکا ستیزی. بنده معتقدم آقای فرهودی عزیز، بنده معتقدم که اساساً آمریکا ستیزی جزء ذات و جزء جوهره و جزء گوهره انقلاب اسلامی نبود. ادله فراوانی هست، نطق‌ها و سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های مرحوم امام خمینی در نوفل دوشاتو در پاریس هستش، بیش از 100 مصاحبه ایشون انجام دادن و خب مشخصه در اون مصاحبه‌هاشون چی گفتن و گفتن هدف ما از مبارزه علیه رژیم شاه چه هستش. سخنرانی‌هایی که سایر رهبران مذهبی در داخل کشور کردن، منتها بنده معتقدم که حدود از همون سال اول انقلاب بنابر تلالی که حالا وارد دیده هستش، یه جورای اهداف اصلی انقلاب مصادره شد، ربوده شد و جاش آمریکا ستیزی آمد نشست. یعنی اهداف انقلاب که آزادی بود، دموکراسی بود، آزادی مطبوعات بود، نبود زندانی سیاسی بود، انتخابات آزاد بود، توسعه ملی بود و قصه‌الهازا، همه اینها رفت به کنار و جای اینها رو آمریکا ستیزی، استکبار ستیزی، صدور انقلاب و اینها آمد گرفت که تا به الان هم ادامه داره. بنابراین هدف من از نگارش نامه‌ای که 2-3 روز پیش نوشتم این بودش که آقای روحانی
تا کی ما میخوایم این آمریکا ستیزی و این استقلال ستیزی رو ادامه بدیم؟ ضمن اینکه آقای فرودی، من واقعا معتقدم که آمریکا ستیزی به جز هزینه، به جز ضرر، به جز زیان بر منافع ملی ایران در این 36 سال گذشته حاصلی نداره، دستاورد دیگه نداره. من بارها و بارها این مسئله رو مطرح کردم که بنده یک دوجین مورد دارم نشون میدم که آمریکا ستیزی چجوری ضربه زده، لطمه زده به منافع ملی ایران. خب. و استدعا کردم، تقاضا کردم که طرفداران آمریکا ستیزی، طرفداران استکبار ستیزی یه مورد بیشتر هم نه نشون بدن که بگن آقای زیبا کلام ببین آمریکا ستیزی در این 36 سال اینجا این فایده رو برای ما داشته. خب. یه مورد هم نشون بدن برای من کافیه. خب آقای دکتر زیبا کلام، میدونیم که در رأس طرفداران آمریکا ستیزی ولی فقیه قرار داره و ایشون مخالف هر گونه نزدیکی با آمریکا هستن. در سخنرانی اخیرشون به دولت روحانی گفتن که توجه کنید به آنچه دشمنی آمریکا و اسرائیل خوندن و تاکید کرده که این دشمنی کم نشده. ولی میدونیم که آقای روحانی در مصاحبه‌ای که با برنامه 60 دقیقه شبکه سی بی اس داشت با گزارشگر سی بی اس در تهران، به ایشون گفتش که با این برجام، با این توافق هسته‌ای وین، گام‌هایی برداشته شده. نخستین گام‌ها در جهت کاستن از این تخاصمی که بین دو دولت هستش. فکر می‌کنید واقعا روحانی این قدرت رو داره، این اختیار رو داره که در نیویورک با رئیس جمهوری آمریکا ملاقات کنه، در حالی که ولی فقیه چنین موضع سرسختی داره و چه بسا به ایشون هم گفته که حق چنین دیداری رو نداری؟ کمان که میدونیم در موقعی که آقای خاتمی رئیس جمهور بود، خاتمی مجبور شد تو دستشویی سازمان ملل وقت بگذرونه تا آقای کلینتون بیان و از جلوی اونجا ردشن بردارن. ببینید آقای فرهودی، من مطمئن نیستم که مقام معظم رهبری آیت الله خامنه ای واقعا به آقای روحانی گفتن که آقای روحانی تحت هیچ شرایطی شما مطلقا دیداری با آقای اوباما نخواهی داشت. اگرم احساس میکنی که تو راه رو که داری میری ایشون داره میاد، یه جوری خودتو پنهان بکن که با مبادا یه وقت با آقای روحانی ملاقات بکن. من فکر نمی کنم واقعا که این دستور العمل وضوح که شما میگید به آقای روحانی داده شده بوده باشه. ضمن معتقدم یه مقداری هم به هر حال این تحور، جسارت و ابتکار عمل خود آقای روحانی هستش. در این حال آقای فرهودی، نباید فراموش بکنیم که جامعه ما ایران در نتیجه حالا تحولات، مجموعه تحولاتی که در این 36 سال بوده، تکانهای مهم میخورده. ببینید آقای فرهودی، یک زمانی بودش که اگر شما سال 58، سال 59، یعنی دهه نخست انقلاب، شما اگر میرفتید در دانشگاه های ایران، دانشجویان، روشنفکران، نخبگان، اساتید دانشگاه، نویسندگان، واقعا ضد آمریکاییت وجود داشت، حداقل در دانشگاه ها. ولی ببینید آقای فرهودی، این هفته اولین هفته رسمی دانشگاه های کشور هستش و خب حالا شما ایران تشریف ندارین، ولی آقا اگه ایران می بودید و می آمدید تو دانشگاه ها، اگر من وسط دانشگاه تهران یه چارپایه بزنم برم اون بالا و بگم که میخوام راجع به آمریکا صحبت بکنم، ضد آمریکا، مرگ بر آمریکا صحبت بکنم، آقای فرهودی خیلی ها نمیان. یعنی دانشجوها نگاه میکنن از اون ور میرن، در حالی که 20 سال پیش، بله، 5 سال پیش، 20 سال پیش. چرا دکتر زیبا کلام، پس چرا ولی فقیه وقتی شما خودتون میگین که نمیان دیگه، این حنا در واقع رنگی دیگه نداره آمریکا ستیزی، چرا ولی فقیه به قول خودتون مقام معظم رهبری مرتب در مورد دشمنی آمریکا داده سخن میدهد؟ خب ببینید، حالا ایشون یک جهاتی رو در نظر میگیره، یک نکاتی رو در نظر میگیره، یه مسائلی در نظر میگیره. به ایشون نمیدونم، به ایشون شاید
اطلاعاتی داده میشه که همچنان آمریکا ستیزی در جامعه ما حرف اول رو میزنه. اگر رفراندوم بکنیم کسر قابل توجهی از مردم همچنان علیه آمریکا هستن، ضد آمریکا هستن. نمیدونم شاید مثلا این تیپ اطلاعات به ایشون داده میشه. در این حال آقای فرودی، من میخوام یک نکته بسیار مهم دیگری رو مطرح بکنم و اون نکته این هستش که گفت سعدی به روزگاران مهری به دل نشسته، بیرون نشایدش کرد الا به روزگاران. بالاخره این آمریکا ستیزی، این استکبار ستیزی، بالاخره یه چیزی بوده که 36 سال منظمن از تریبون‌های رسمی و غیر رسمی گفته شده. خیلی ها بهش در گذشته اعتقاد داشتن، خیلی ها همچنان امروز بهش اعتقاد دارن. ما نمیتونیم انتظار و توقع داشته باشیم که تنش زدایی با آمریکا، من نمیگم برقراری رابطه، چون معتقدم خیلی فاصله داریم با اون مرحله ای که با آمریکا ما رابطه برقرار بکنیم. صحبت از تنش زدایی میکنم. تنش زدایی با آمریکا هم امر ساده ای نیستش. به هر حال کسی آمار نگرفته جناب آقای فرهودی در ایران که چه درصدی از مردم ایران، من دانشجوها رو مثال زدم برای اینکه خب باشون هستم، دارم زندگی میکنم با دانشجو، زندگی آکادمیک دارم میکنم. من دانشجوها رو مثل 20 سال گذشته، مثل 25 سال گذشته، مثل 30 سال گذشته ضد آمریکا و ضد آمریکایی نمیبینم. ولی نمیدونم، شاید هنوز در جامعه اقشار و لایه‌هایی هستن که نسبت به آمریکا قرص و محکم میگن نه، هیچ جور تنیزدادایی نباید باشه. بس. مذاکرات هسته‌ای و توافق هسته‌ای، آقای فرهودی عزیز، من وقتی توافق هسته‌ای بیش از دو ماه اندی پیش صورت گرفت، یعنی در 24 تیر ماه، من یه جمله گفتم، گفتم که توافق هسته‌ای وین آغاز پایان مرگ بر آمریکا هستش. این آغاز پایان تو انگلیسی هست The beginning of the end. بله. تو فارسی ترجمهش میکنی خیلی خوب از آب در نمیاد. ولی من معتقدم که توافق هسته‌ای شروع پایان مرگ بر آمریکا هستش. برای اینکه ببینید آقای فرهودی، ما در برنامه هسته‌ای، در مناقشه هسته‌ای، ما اینه به علاوه یک مشکل داشتیم با آمریکا، ولی تونستیم به توافق برسیم. توافق با آمریکا دروغ نظر هسته‌ای، اما سر خیلی از جهات دیگر ما نه تن مشکلی با آمریکا نداریم، بلکه اساساً توی یه قایق هستیم. به قول فرنگی ها تو افغانستان ما توی یه قایق هستیم، تو سوریه توی یه قایق هستیم، تو یمن توی یه قایق هستیم، خب. تو عراق توی یه قایق هستیم. بله، اتفاقا همین نکته رو می‌خواستم باهاتون صحبت کنم. آقای روحانی هم گفته که پهنه گسترده‌ایه که در اونها احتمالاً اهداف یا منافع مشترکی وجود دارن میان ایران و آمریکا. اشاره کردید به مسئله این که این 36 ساله این آمریکا ستیزی یکی از پایه‌های این نظام بوده. برخی معتقدند دکتر زیبا کلام که یکی از اصول وجودی جمهوری اسلامی، یکیش همین آمریکا ستیزی بوده و دیگریش هم سرکوب حقوق زنان ایران. آیا فکر میکنید، دفعه پیش باهاتون صحبت کردم میگفتین گنبد آمریکا ستیزی ترک برداشته، آیا فکر میکنید این ترک ممکنه باعث بشه به اصل وجودی نظام لطمه وارد بکنه؟ ببینید، برای همین بود که خدمتون عرض کردم نظام اسلامی، انقلاب اسلامی، به وجود آمدن جمهوری اسلامی اساسا برای یک مجموعه اهداف، آرمانهای دیگری بود. منتخب بنابر دلایل پیچیده‌ای آمریکا ستیزی آمد همه اون اهداف دیگر رو مثل میز در نظر بگیرین، اینجوری اومد بودوزروار همه اون اهداف دیگر رو گذاشت کنار و در حقیقت اومد گفت این انقلاب، این مبارزه، این فروپاشی رژیم شاه، همه اینها گفت مقصود توی دعوا و بتخانه بهانه، همه اینها برای ضدیت با آمریکا و استکبار ستیزی و نمیدونم اینها به وجود آمده. من این اعتقاد رو ندارم. من معتقدم که حتی اگر بگیم که آمریکا ستیزی به یک شکلی در انقلاب وجود داشت، جزو بخش از انقلاب می بود، یکی از اهداف و آرمانهای انقلاب می بود، باید بگیم واقعا همین، باید بگیم یکی بود.
اهداف دیگری هم بود، آرمانهای دیگری هم بود، امیدهای دیگری هم بود، آرزوهای دیگری هم بود که به خاطر اونها انقلاب صورت گرفت. بنابراین در پاسخ به سوال شما که اگر آمریکا ستیزی بزنیم کنار گنبد جمهوری اسلامی ترک برمیداره، اصلا و ابدا، برای اینکه اصلا انقلاب به خاطر آمریکا ستیزی به وجود نیامد. آمریکا ستیزی بعدها در حقیقت گنبد و رو گردن انقلاب شد. بله. خب دکتر زیبا کلام، میخواستم در مورد مسئله صداقت صحبت کنیم. همیشه این مشکل بوده که در جمهوری اسلامی رهبران میآیند یک چیزی میگویند ولی در باطن واقعا برخلاف اون عمل کردن. میخواستم در مورد صداقت حجت الاسلام روحانی ازتون سوال کنم. در مصاحبه‌ای که با برنامه 60 دقیقه داشته، ایشون گفته که در مقایسه با گذشته آزادی‌های عمومی، آزادی بیان و روابط ایران و همسایگانش بهبود پیدا کرده. می‌دونیم این در حالیه که سرکوب حقوق مدنی در ایران همچنان ادامه داره، اعدام‌ها ادامه داره، دستگیری و بگیر و ببندها ادامه داره. خود همکاران شما خب می‌دونیم مثلا شخصی مثل دکتر ملکی واقعا حقوقش ضایع شده، رئیس دانشگاه تهران بعد از انقلاب بوده. تا چه حد فکر می‌کنید صداقت در گفتار آقای روحانی بود؟ ببینید من هیچ دلیلی ندارم که چرا ما با روحانی نبایستی اعتماد بکنیم و چرا نبایستی ما قائل به این باشیم که ایشون واقعا میخواد مشکلات و مسائل کشور رو حل بکنه، به خصوص مشکلات و مسائلی که ظرف 8 ساله که اصولگرایان قدرت رو در دست داشتن به وجود آمد، بالاخص در عرصه سیاست خارجی. من معتقدم که یه جورایی ایشون میخواد اون سیاست خارجی تنش زدایی رو که ما در دوران آقای خاتمی داشتیم، در دوران اصلاحات، ایشون میخواد اون سیاست رو ادامه بده. حالا اسم نمیبره تنش زدایی، ولی میخواد واقعا روابط بهتری رو ما با اروپا داشته باشیم، میخواد روابط بهتری رو با کانادا داشته باشیم، میخواد روابط بهتری رو با کشورهای مهم دنیا، هند، ژاپن داشته باشیم. در این حال ایشون میدونه که اگر یک درجه ای از تنش‌زدایی بین ایران و آمریکا به وجود نیاد، اون بهبود رابطه ای که ما غرب میخواد برقرار بکنه، اون خیلی سخت میشه که به دست بیاد. یعنی نمیشه که شما با آمریکا دشمنی داشته باشین، منظمن خواهان مرگ و نیستی و نابودی آمریکا بشین، ولی در این حال انتظار داشته باشین که با اتحادیه اروپا روابطتون خوب باشه، با انگلستان روابطتون بد نباشه، با فرانسه روابطتون خوب باشه، این نشدنیه، با ژاپن روابطتون خوب باشه، نشدنیه. این چیزی هستش که هم آقای دکتر ظریف کاملا متوجهش هست، هم آقای عراقچی به عنوان کسی که در انگلستان درس خونده و دکترا گرفته و در ژاپن سالها سفیر ما بوده در ژاپن در دوران آقای هاشمی رفسنجانی، کاملا درک کرده. تیم سیاست خارجی آقای روحانی اینو به طور کامل درک کردن که بدون یک درجه ای از تنش زدایی، من نمیگم برقراری رابطه با آمریکا، میگم تنش زدایی با آمریکا، نمیشه که شما بتونید با قدرت‌های مهم جهان یک حداقلی از رابطه مقرب رو داشته باشید. این چیزیست که آقای روحانی متوجه شده و به نظر من به دنبالش هست. اون گام رسیدن به توافق سر مسئله هسته‌ای، اون آقای فرهودی، اون کم مسئله‌ای نبود، اون یک نقطه عطف بله. بود خب. بعدها خواهیم دید که از توافق هسته‌ای به عنوان نقطه عطفی در جمهوری اسلامی ایران یاد خواهد شد. دکتر زیبا کلام، در مورد سیاست خارجی صحبت کردید، من یک مقدار از سوالم در رابطه با سیاست داخلی بود. میخواستم صداقت گفتار آقای روحانی رو از شما بپرسم در رابطه با آزادی های عمومی، آزادی بیان و روابط ایران و همسایگانش که به اونم یه مقداری اشاره کردید، ولی آیا واقعا آزادی های عمومی، آزادی بیان در این دو سال اول دولت
آقای روحانی بهبود یافته؟ شما خودتون شاهد بهبود هستید با توجه به اینکه میدونیم تعداد اعدام‌ها در حکومت آقای روحانی بیشتر از حکومت آقای احمدی نژاد بوده، در به صورت اون دوره دو سالش رو که بخوان مقایسه بکنید، خودتون در این مورد بفرمایید. ببینید یکی یکی بریم جلو. ببینید آقای فرهودی، یه سری حوزه ها هست که ما میدونیم دست قوه مجریه نیست. قوه مجریه در بهترین حالت میتونه خواهش بکنه، تقاضا بکنه، دوستانه یه مقداری از قوه قضاییه بخواد که تعداد اعدام ها رو کمتر بکنه. همه ما میدونیم که اعدام ها همشون دست قوه قضاییه هستن و در بهترین حالت آقای روحانی میتونه از طریق دوستی، کت خدامنشی، رفاقت، هماهنگی با سایر قوا اینو حل بکنه. اما ببینید چیزی که آقای فرهود مهمه، یکی از مسائلی که خیلی مهمه، فضای مطبوعات کشور هستش. احساسی که نخبگان فکری کشور دارن، نویسندگان کشور دارن، فضایی که در دانشگاه‌های کشور هستش. ببینید آقای فرهودی، بعد از حوادث تلخ 22 خرداد 88، فضایی که در دانشگاه به وجود آمد در 4 سال دوم آقای احمدی نژاد، فضای بسیار امنیتی بود که در دانشگاه کشور حاکم شده بود. دانشجوها واقعاً خوف از این داشتن که هر جا دارن میرن کمیته‌های انضباطی داره اینا رو نگاه میکنه و اگر یه فعالیت سیاسی جدی بکنن فردا ممکنه کمیته‌های انضباطی اینا رو احضار بکنن. ولی الان اون فضا نیست دیگه در دانشگاه ما. از مهر 92، یعنی از شروع اولین سال تحصیلی که آقای روحانی رئیس جمهور بودن، حداقل در دانشگاه‌های کشور فضا کاملا عوض شده. اون فضای امنیتی، اون فضایی که دانشجو احساس میکردن کمیته‌های انضباطی دارن مراقبشونن، احضارشون میکنن. ولی آقای زیبا کلام، هنوز هم اونا الان نیست دیگه آقای فرهودی. آقای زیبا، ولی هنوز هم شاهد این هستیم که ماموران امنیتی میریزن تو خونه فعالان سیاسی. یکی از این خبرها که دیروز بخوندم، همسر این فرد از ترس ورود این ماموران امنیتی سخت جنین میکنه در خونش. پس بنابراین این مسئله هنوز مطرحه. شما آقای فرهودی، ببینید، شما در مورد تغییراتی که به وجود آمده در رابطه با دولت آقای روحانی پرسیدین. من دارم به شما یک تصویر کلام رو ترسیم میکنم. من دیگه در دانشگاه های کشور که بنده حضور دارم، از اولین سال تحصیلی دولت 11 هم، یعنی مهر 92، اصلا فضا در دانشگاه عوض شده. ببین آقای فرهودی، شما میگید که دیروز مامورین امنیتی ریختن یه خانومی سخت جنین کرده. من دارم به شما عرضم چیز دیگری. من دارم میگم انجمن اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران که حتی قبل از انقلاب هم درش باز بود، بعد از حوادث 22 خرداد 88 درش بسته شد و در فاصله 4 سال دوم آقای احمدی نژاد، یعنی از 88 تا 92، در به انجمن اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به همراه بسیاری از تشکل‌های مستقل دانشجویی بسته شده بود. ولی الان درهای اینها باز شده. الان دانشجوها با خیال راحت دارن فعالیت سیاسی میکنن تو خوابگاه‌ها، در صحن دانشگاه ها. به همین دلیلی که اگه شما دقت بکنیم، این اصولگرایان چقدر دارن حمله میکنن، میگن دانشگاه ها محل سیاسی شده، دانشگاه ها چی شده، دانشگاه ها چه شده، چون خب هر جا که فعالیت سیاسی هست دانشجوها اکثریتشون طرفدار اصولگرایان نیستن، بنابراین دوست ندارن اصولگرایان فضای دانشگاه ها باز باشه. حالا من معنی چیزی که من دارم میگم آقای فرهودی این نیستش که اینجا گلستان شده، الان اینجا نروژه، الان اینجا ژاپن، الان اینجا هند، الان اینجا انگلستان، الان اینجا فرانسه هستش. اصلا و ابدا. من دارم میگم به نسبت اونچه که در دوران آقای احمدی نژاد بود، فضای سیاسی در دانشگاه بهتر شده، فضای سیاسی حاکم در مطبوعات کشور بهتر شده. اینا چیزایی هستش که من نمیتونم اینا رو انکار بکنم، بگم اینا اتفاق نیفتاده. اینا اتفاق افتاده، ولی اینکه زندانیان سیاسی هم آزاد شدن،
آقای مهندس موسوی هم از حصر اومدن بیرون، آقای کروبی هم از حصر اومدن. خب اتفاقات نیفتاده. خب من همین سوالو دارم. ببین آقای روحانی در مصاحبه با 60 دقیقه میگه که مسائلی وجود دارد که از کنترل دولت خارجه، که اشارش به قوه قضاییه هستش و به خواست رهبری که آقایون موسوی و کروبی در اون حصر باقی بمونند. به نظر میرسه که آقای زیبا کلام وضعیت حقوق بشر ایران رو رئیس قوه مجریه نمیتونه بهبود ببخشه، رئیس قوه قضاییه میتونه با رهنمودهای رهبر بهبود ببخشه. بنابراین فکر نمیکنید در آینده اگه مردم ایران واقعا طالب وضعیت حقوق بشر بهتری هستن باید بیان یک رئیس قوه قضاییه به کسی که انتخاب کنن که واقعا به آزادی های حقوق بشر، به آزادی های فردی احترام میذاره؟ آنچه که شما میگید فقط یه ایراد اساسی داره، همه چیش اوکی هستش، فقط یه مشکل کوچیک داره. اون مشکل کوچیک هم این استش که رئیس قوه قضاییه رو متاسفانه مردم انتخاب نمی‌کنن. ولی ببینید آقای فرهودی، بالاخره رئیس قوه قضاییه ملهم و رئیس قوه قضاییه که تو سوئیس زندگی نمیکنه، که رئیس قوه قضاییه بالاخره داره در ایران زندگی میکنه. ولی همیشه آقای زیبا کلام رؤسای رو نادیده بگیره. بنابراین من میخوام بگم که وقتی فضای عمومی جامعه بهتر میشه، رئیس قوه قضاییه چه دوست داشته باشه چه دوست نداشته باشه، به هر حال رو ایشون هم تاثیر میذاره. همچنان که من معتقدم گذشته، یعنی شما اگه به رئیس قوه قضاییه بگی که جناب آیت الله لاریجانی در دانشگاه اینجوری شده و اینا، ایشون به شما نمیگه که خب بریزیم همون فردا ببندیم بگیریم بزنیم، چون بالاخره ایشون داره تو این جامعه زندگی میکنه و یک مقداری تحولات کلی که در جامعه اتفاق میفته یقینا رو رئیس قوه قضاییه هم تاثیر میذاره. همه حرف بنده این هستش آقای زیبا کلام، از اول انقلاب تا به حال همیشه رؤسای قوه قضاییه افرادی بسیار سختگیر و میتونم بگم خب تا حدودی هم بیرحم بودن. یعنی ما رئیس قوه قضاییه دلسوز به اون صورت نداشتیم. ما نمای رئیس قوه قضاییه داشتیم به اسم آیت الله هاشمی شاهرودی، آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی، که ایشون خیلی 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 اکراه داشت از اینکه حکم اعدام امضا بکنه. اینو من به عنوان کسی که میدونم دارم به شما میگم. و ایشون تا اونجایی که میتونست در حقیقت خودش روی احکام اعدام سعی میکردش که از خیلی بررسی بشه و نهایتا اگر حکم اعدام قراره که باید صادر بشه موافقت میکرد. یعنی میخوام بگم به این آسونیا نبود که برم پیشش این قاضی یا اون قاضی، این دادستان یا اون دادستان، بگن که آقا این باید اعدام کنیم، بگه باش این اعدام کنیم. نه، وقتی پای اعدام میمد وسط واقعا براش سخت و دشوار بود، پای دستگیری های سیاسی اینا. بنابراین این حکمی که شما کلی میگین که از ابتدای انقلاب اینجوری بوده، نه، آقای هاشمی شاهرودی اتفاقا آدم معتدل و میانه روی بوده. پس یعنی در این 36 ساله فقط یک نفر آدمی بوده که به قول شما آدم صالح بوده؟ ببینید آقای فرهودی، شما یه حکم کلی دادید، من گفتم این حکم کلی شما نقص میشه، برای اینکه یه آدمی مثل آقای عبدالله هاشمی شاهرودی آدمی بوده که میمرده و زنده میشد دادید یه حکم اعدام رو به عنوان رئیس قوه قضاییه. یعنی اینجوری نبوده مثل آب خوردن، مثل مرحوم آقای خلفالی همینجوری پیلویی بگه اعدام بکنید اینها. آدمی بوده که متشرع بوده، یعنی ریختن خون براش خیلی حساسیت داشته و به این آسونی موافقت با اعدام نمی کرده. در این حال من میخوام یه مسئله کلی دیگر بگم. من میخوام بگم که آدم ها که مسئولیت دارن، یعنی رئیس قوه قضاییه، رئیس قوه مقننه، رئیس قوه مجریه، اینها یک مقدار زیادی منعکس کننده شرایط اجتماعی هستن که در جامعه است و به هر حال نمیتونن چشمان خودشون رو به روی واقعیت‌های جامعهشون ببندن. من معتقدم شرایطی که در جامعه ما الان وجود داره، این شرایط به هر حال بخوایم نخوایم روی رئیس قوه قضاییه هم تأثیر میذاره. روی ولی فقیه چطور آقای زیبا کلام؟
به هر حال ولی فقیه آقای فرهودی ایشون هم داره در این مملکت زندگی میکنه، ولی فقیه به هر حال گزارشات زیادی بهشون میرسه، با افراد مختلف و متعددی هم کلام هستن، بهشون گزارش میدن. حالا ممکنه که بنده این فرصتش وقت پیدا نکنم که برم خدمت ایشون و به ایشون گزارش بدم، ولی میدونم که از کانال های مختلف به ایشون گزارشات میرسه. حالا ممکنه شما بگی اون کانال ها خیلی هاشون شبیه هم دیگه هستن، ممکن اینجوری باشه، ولی به هر حال به ایشون هم گزارشات زیادی میرسه. اساسا یکی از دلایلی که ایشون رضایت دادن به مذاکرات هسته‌ای و سخت بوده، دشوار بوده، اتفاقا به نظر من همین اخبار و اطلاعاتی بوده که به ایشون منعکس می شده که واقعا وضع جامعه، نگاه مردم نسبت به فعالیت های هسته‌ای چجوریه. خب آقای زیبا کلام، در پایان میخواستم یک نکته در مورد خودتون سوال کنم. بعضی ها معتقدن که حضور شما در صحنه، این که شما میایین و حکومت رو در بعضی موارد به زیر سوال میبرید و نقش وکیل شیطان رو تا حدودی ایفا میکنید، میگوین که صادق زیبا کلام در واقع پیستون اطمینان این رژیمه و خود رژیم به ایشون این اجازه رو میده که ظاهر بشه، این صحبت ها رو بکنه و دیگر استاد دانشگاه اگر بیان یک کلمه بخوان از این حکومت ایراد بگیرن، کارشون با دستگاه‌های اطلاعاتی و خلاصه بند 209 اوینه. در مورد خودتون و این که در مورد این شک و شبهه‌ای که نسبت به شما در میان بخشی از جامعه وجود داره بفرمایید. آقای فرهودی عزیز، من خودم آگاه هستم از این چیزی که نسبت به من گفته میشه. تو صفاب اطمینان هستی، تو مزدور هستی، تو مال رژیم هستی، تو وابسته هستی، تو سوپاپ اطمینان هستی و تو از خودشون هستی و شما در یه حاشیه امنیتی قرار داری، آقای هاشمی رفسنجانی پشت شماست، بیت رهبری پشت شماست. آقای فرهودی، امیدوارم اونجوری باشه، دعا میکنم، خدا میخوام که اینجوری باشه که به بیت رهبری هوای منو داشته باشن، آقای هاشمی رفسنجانی هوای منو داشته باشه، مراکز قدرت که شما میگید هوای منو داشته باشه. امیدوارم اینجوری باشه، اتفاقا به خاطر خودم امیدوارم اینجوری باشه که شما میگین، ولی نیست. امیدوارم چیزی که شما میگید باشه. یعنی سوالم اینه که آیا دیگر استادان دانشگاه ها میتونند مثل صادق زیبا کلام ظاهر بشن در صحنه، با این معممین بیان مناظره بکنن و موازه مغایر با جمهوری اسلامی رو بیان بدارن در بعضی؟ آقای صادق زیبا کلام یه چیزی حدود 20 سال طول کشیده تا رسیده به اینجا. توی این 20 سال صادق زیبا کلام یک نکته بسیار اساسی و بنیادی رو تونسته به اثبات برسونه برای مسئولین مملکت، که صادق زیبا کلام اگر بیشتر از ما دلش برای این نظام، برای این مملکت، برای این انقلاب اگه بیشتر از ما نسوزه، یقینا کمتر از ما نمیسوزه. این چیزیست که من تونستم نهایتا تثبیت بکنم. صادق زیبا کلام توانسته بقبولونه به مسئولین نظام که اگر فردا آمریکا به ما حمله بکنه، اگر فردا اسرائیل به ما حمله بکنه، یکی از اولین کسانی که رخت نظام به تنش میکنه، اسلحه به دستش میگیره و کوچه به کوچه با آمریکایی‌ها میچنگه، اتفاقا همین صادق زیبا کلام هستش. این پذیرفته شده. حالا من آمار نگرفتم بگم کیا اینو قبول دارن کیا قبول ندارن، ولی کسر قابل توجهی از مسئولین نظام اینو قبول دارن، دلخورن از دست خیلی از حرفای من، ولی میدونن که من دشمن نظام نیستم و من اتفاقا یکی از دوستان ثابت قدم و و و و با همه وجود با تمام سلولای بدنم، همون سلولای بدنم که میگم لیبراله، با تمام سلولای بدنم، با تمام وجود خطری اگه نظام رو تهدید کنه من وایستادم و فرار نمی کنم. و التزام دارین به ولایت فقیه؟ به ولایت فقیه التزام دارم، برای اینکه در قانون اساسی اومده. بله، سپاسگزارم از شما دکتر صادق زیبا کلام که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید برای انجام این گفتگو. امیدوارم دفعه بعد دکتر تصویر بهتری از شما داشته باشم روی اسلاید، چون این دفعه کمی سرعت اینترنتتون زیاد